سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در آموزش های گذشته روش های کسب درآمد از سایت های مختلف اینترنتی رو به شما یاد دادم. امروز میخوام یک آموزش در خصوص آپلود راحت فایل در اینترنت و گرفتن لینک اونو در اختیار قرار دادن برای بقیه بهتون آموزش بدم. امیدوارم که بتونید از آموزش امروز استفاده کنید. لطفا در ابتدای آموزش، در حالی که دارید این ویدیو رو میبینید، حتما کانال من محمود بیز رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و ویدیو رو بعد از اینکه دیدید برای دوستاتون به اشتراک بذارید. خب آموزش های قبلی رو شما میتونید اینجا ببینید. مثلا توی قسمت ویدیوها میتونید وارد شید. لیست کامل ویدیوهایی که من تا به امروز دادم هولوش 160 ویدیوست. البته تا امروز زمانی که شما این ویدیو رو دارید می‌بینید مطمئناً میتونه بیشتر شده باشه. در هر صورت میریم سراغ وبسایت امروز. gofile.io هست، یکی از وبسایت‌های فوق‌العاده خوب و پرسرعت، یعنی واقعاً سرعتش عالیه برای آپلود کردن فایل ها. من آدرس این وبسایت رو حتما در انتهای ویدیو میذارم، میتونید اون رو باز کنید و فایل های خودتون رو داخل این وبسایت آپلود کنید. توی هندوستان هم رتبه خوبی داره، رتبه 8000 و در دنیا رتبه 17000 رو داره. از لحاظ سرعت سرعتش خیلی خوبه، همه پلتفرما و همه پسوند های مختلف سایت ها رو قبول میکنه، کاملا رایگانه و واقعا سریع هست، چه در دانلودش چه در آپلود فایل. هیچ محدودیتی در آپلود فایل شما وجود ندارید، براتون وجود نداره. میتونید هم در سایت ثبت نام کنید، هم میتونید در سایت ثبت نام نکنید. اما اگر در سایت ثبت نام بکنید، مزیتش اینه که شما همیشه فایل هاتون رو میتونید نظارت بکنید و هر زمانی که خواستید اونها رو حذف کنید، ویرایش بکنید، یا نمیدونم فایل جدیدی آپلود بکنید، یا هر کاری میتونید روی فایلتون انجام بدید. نحوه آپلود داخل این سایت فوق العاده ساده است. ببینید اینجا صفحه ویلکامش هست. بعد از اینکه وارد میشید اینجا نوشته میهمان، که اگر شما روی پروفایل بزنید یا مای آپلود بزنید، صفحه عضویت براتون باز میشه که میتونید عضو بشید. خب من خودم داخل این سایت اصلا عضو نشدم، اما فایل های زیادی رو تا به امروز داخل این وبسایت آپلود کردم و در اختیار سایرین هم قرار دادم. برای آپلود توی این سایت، بعد از اینکه سایت باز شد، هم میتونید بیاید از انتهای این صفحه گزینه آپلود فایل رو بزنید، و همین که میتونید اینجا مستقیما گزینه آپلود فایل رو بزنید تا صفحه آپلود برای شما باز بشه. بعد از اینکه شما اینجا زدید، این صفحه برای شما باز میشه. میتونید اینجا رو کلیک بکنید و میتونید فایل مورد نظرتون رو از توی لیست فایل هاتون انتخاب بکنید و آپلودش بکنید. مثلا من میخوام این عکس رو آپلود بکنم. عکس برای من میاد، میگه سایزش چیه، پسفندش چیه، و اینجا گزینه آپلود وجود داره. شما آپلود رو میزنید، ببینید با چه سرعتی فایل آپلود شد و گفت فایلتون آپلود شده. بعد از اینکه اوکی میشه، گزینه ساکسس بهتون نمایش میده، اینجا میتونید فایلتون رو به صورت مستقیم دانلود کنید. گفته لینکش اینه، اگر خواستی ریمووش کنی این لینکیه که بعدا میتونه به کارت بیاد. حالا اگر خواستید فایل جدیدی آپلود بکنید، مجدد اینجا نوشته نیو آپلود، که شما این رو میتونید کلیک بکنید. حالا اگر روی همین لینکی که آپلود کردیم ما کلیک راست بکنیم، در صفحه جدید اون رو بازش بکنیم، میبینید که اینجا لینک این عکس ما وجود داره که من میتونم اینجا بزنم دانلود و به صورت مستقیم فایل رو دانلود بکنم. حالا در هر صورت من میگم نیو آپلود. توی نیو آپلود مجدد اینجا من میتونم وضعیت فایل رو ببینم که آیا آپلود شد، آیا آپلود نشد، فایل من الان کجاست. اینها به صورتیه که شما اگر اکانت داشته باشید میتونید اینها رو به صورت روزانه حتی رصد هم بکنید که چند تا دانلود شده، چه تعداد کلیک خورده، از کدوم کشور حال فایلتون دانلود شده، یا به هر شکلی بتونید اون فایل رو مدیریت بکنید. اگر به زبان برنامه نویسی هم تسلط داشته باشید، میتونید از سرویس برنامه نویسان یا سرویس API این وبسایت برای اینکه بتونید خدمات آپلود رو برای خودتون توی وبسایتتون یا هر جایی آپلود بکنید میتونید استفاده بکنید. اما الان سرویس API شون هنوز اکتیو نشده، فعلا میتونید فقط آپلود فایل انجام بدید. شما حتی دراگ هم میتونید اینجا بکنید، دراپ هم میتونید اینجا بکنید، یعنی فایل رو میتونید بکشید اینجا رها بکنید تا برای شما آپلود بکنید، یا میتونید اینجا گزینه انتقال یا انتخاب رو بزنید و فایلی که میخواید آپلود بکنید رو میتونید اینجا انتخاب بکنید و آپلود بشه. ببینید این مثلا یه فایل ویدیویه، ببینید با چه سرعتی آپلود کرد، تو یه ثانیه.
کل مدت زمانی که این سایت زمان میبره برای آپلود دقیقا همین اندازه است. من توی چند تا آموزش گذشته بذارید اینجا بهتون بگم، آپلود سایت، آپلود فایل توی سایت هایی مثل پیکو فایل بهتون یاد دادم و گفتم که شما در پیکو فایل میتونید فایل هاتون رو آپلود کنید و میتونید اونها رو ببینید. اما خب پیکو فایل یه سایتیه که سرورهاش چندان کششی برای آپلود فایل ندارن، چون یه سرویس ایرانیه که عملا شاید محدودیت زیادی هم در آپلود داشته باشه، اما توی این سرویس مطمئنن به دلیل اینکه عدم محدودیت هست در آپلود فایل، شما بدون هیچ محدودیتی میتونید فایل هاتون رو دانلود یا آپلود بکنید. یا مثلا آپلود فایل که شما حتی میتونید از طریق سایت آپلود فایل از این سایت درآمد هم کسب بکنید، که البته من لینک این وبسایت رو همین الان میذارم این گوشه سمت راست که میتونید این کسب درآمد با آپلود فایل رو هم میتونید ببینید و اون رو مشاهده بکنید. دیگه این که من بذارید پیکو فایل رو هم پیدا بکنم، اینم آموزش کسب درآمد از طریق پیکو فایل که من لینک این ویدیو رو هم همین الان میذارم این گوشه سمت راست بالا که میتونید روش کلیک کنید و این ویدیو رو هم ببینید. خیلی خوب، من آموزش وبسایتی که بهتون دادم رو حتما لینکش رو برای شما میذارم در انتهای ویدیو تا بتونید از اون استفاده کنید. لطفا ویدیو رو بعد از اینکه دیدید برای دوستاتون به اشتراک بذارید، ویدیو رو لایک بکنید، در شبکه‌های اجتماعی این ویدیو رو منتشر بکنید تا افراد زیادی که به دنبال پخش کردن ویدیو یا تصاویرشون در اینترنت هستن بتونن از آپلود سنترهای رایگان به راحتی استفاده کنن و بعد از طریق اون لینک‌های مستقیم بتونن به راحتی در صفحات خودشون تصاویر یا فیلم‌ها رو استفاده ببرن. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.